در گزارش تازه سازمان عفو بین الملل آمده است که نیروهای امنیتی ایران و ترکیه مکررن مانع عبور پناهجویان افغان از سرحدات خود شدند که برای رسیدن به مسئولیت جانی بین کشورها متواری می شوند. بر اساس این گزارش، نیروهای مرزی ایران و ترکیه به طور غیر قانونی برای مردان، زنان و تا کودکان افغان گلوله‌باری نمودند. سازمان عفو بین الملل در این گزارش با استناد به شواهد از هدف قرار گرفتن پناهجویان موقعی که از دیوارها بالا می روند یا از ایثارها بخواهند عبور کنند و همچنان شکنجه و بدرفتاری با این پناهجویان در سرحدات ایران و ترکیه خبر داده است. این گزارش تازه عفو بین الملل بسیار مهم است و با تحقیق که سازمان ما یعنی دیدبان حقوق بشر انجام داده است صدق می کند. با خاطر که یافته های این گزارش خشونت های واقعی در برابر افراد پناهجو در ایران و به خصوص در ترکیه را بازتاب می دهد. اما چیزی که باید بگویم این است که هیچ کشوری در جهان به طور کامل حقوق افغان ها را برای تقاضای پناهندگی به دلیل اینکه در کشور خود با مجازات و تهدیدات مواجهند در نظر نمی گیرد. حتی کشورهای منطقه به حقوق انسانی پناهجویان احترام نمی گذارند. طبق این گزارش، در یک سال گذشته 11 پناهجوی افغان در سرحد با ایران و 3 پناهجو در سرحد با ترکیه در اثر گلوله‌باری نیروهای امنیتی این دو کشور کشته شدند. محققین عفو بین الملل پس از بازدید از افغانستان و صحبت با شمار از پناهجویان در هرات و اسلام قلعه در سرحد با ایران این گزارش را منتشر ساختند. در این گزارش با حدود 74 نفر از افغانهایی که از ایران و ترکیه رد مرز شدند صحبت شده است و 48 تن از آنها گفتند که در زمان عبور از سرحد برای آنها گلوله‌باری شده است. هیچ یک از این افراد نتوانستند که در سرحد در دفتر پناهجویان ثبت نام کنند و اکثریت آنها برخلاف قوانین بین المللی و بدون رضایتشان به افغانستان رد مرز شدند. فکر می کنم که جامعه جهانی باید با فشار خودش و با اعمال فشار و با هر وسیله‌ای که در دسترس داره برحذر بداره دولت‌های مذکور را از گلوله پراکنی به طرف مهاجرین و پناهجویان و همونطور از برخوردهای قهرآمیز. اینا میتونن که به صورت نظاممند و سامانمند افرادی را که پناه آوردن به کشورهایشان و افرادی را که واقعا راه پس به کشور خودشان ندارن حمایت بکنن تا اینکه به این گونه اونا را به کشورشان بفرستن. این گزارش بسیار تکان دهنده و وحشتناک است. این در حال است که امین خان متقی وزیر خارجه طالبان چند روز پیش گفت از زمان روی کار آمدن حکومت این گروه هیچ افغان به دلایل سیاسی از افغانستان مجبور به مهاجرت نشدند. هیدربار میگوید به دلیل ادامه روند تخلیه و وعده خروج برای شمار از افغانها این پناهجویان با گرفتن خطر به کشورهای دومی و سومی پناه میبرند اما با بدرفتاری مواجه میشوند. باید بگویم که این کشورها که ما با آنها صحبت میکنیم میگویند مشکل از سیستم آمریکا، بریتانیا، کانادا و سایر کشورها است. پناهندگی به نحوی که رقم مشخص افراد باید تقاضا کنند و پیش نمی رود، بلکه پناهندگی برای هر کسی که متواری شده است باید در نظر گرفته شود. طبق قانون بین المللی کشورها حق دارند تا مطمئن شوند که متقاضی پناهندگی را که دلایل درست دارند کمک نمایند و در صورت برگشتاندن اجباری آنها در کشور خود با مجازات و تخطیهای حقوق بشری مواجه نخواهند شد. ایران و ترکیه تا زمان تهیه گزارش در این مورد واکنش نشان ندادند. به دلیل برگشت طالبان بر سر قدرت، صدها هزار افغان به خاطر بحران اقتصادی، خشکسالی و شرایط سختگیرانه طالبان از کشور مجبور به فرار شدند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. Minden.